سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم در طول ساعات گذشته شاهد بالا گرفتن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حملات بیامان امان نیروهای مقاومت به شهرهای اطراف غزه و همچنین پایتخت خودخوانده رژیم صهیونیستی و فرودگاه های این رژیم بودیم اخباری و چیزهایی که همش رو با هم بررسی خواهیم کرد اگر موافق باشید از همین اخبار چند ساعت پیش شروع میکنیم خبری در ساعت گذشته در رسانه ها منتشر شد سهیونیس ها اعلام کردند که 15 تا 20 پارا گلایدر از طرف لبنان به خاک فلسطین اشغالی اومدن بعد گفتن پهباد بوده بعد گفتن با سرنشین بوده بعد گفتن بی سرنشین بوده میگن تا یک میلیون نفر رو اینها بعد از انتشار خبر بردن تو پناهگاه این ماجرا اتفاق افتاد همه خیره بودن به مرزهای فلسطین اشغالی بعد یه سریا گفتن نه این ظاهرا دسته پرنده ها بوده یه سری دیگه گفتن نه اصلا دسته پرنده ها چیه این یه چیزی بوده اومده تهدیدشون کرده کاسه یادآوری بکنه که جنگ اگر بخواد اتفاق بیفته حواست به خودت باشه این میتواند یک چشمه کوچکی از آن چیزی باشد که درگیرش خواهی شد یعنی باید بیای بپذیری دسته های مختلف ورود بکنن و مردم برن تو پناهگاه بعد یه سری دیگه گفتن نه آقا هیچ کدوم از اینا نبوده هکرها اومدن سام اینها رو هک کردن اینها به اشتباه همچین تهدیدی رو شناسایی کردن درگیر شدن دقت کردین چی شد ببین اون چیزی که من میخوام خدمت شما عرض کنم اینه حالا هر کدوم رو بخوایم در نظر بگیریم اگر کسی علیه اینها اقدامی کرده اگر کسی دوچار اشتباه محاسباتی کرده اینها رو یا حتی اگر خودشون به اشتباه افتادن رژیم در حال حاضر در همه عرصه ها دوچار یک اختلال در فهم اتفاقات اطرافش دوچار یک اختلال در فهم ای که داره میخوره و دوچار یک اختلال در دستگاه محاسباتی خودش شده این بخشی از اتفاقاتی که داره میفته برخی از رسانای رژیم سهیونسی در ساعات گذشته از تخلیه سفارت آمریکایی ها در لبنان اخباری رو کار کردن کمی بعد البته آمریکایی ها اعلام کردن گفتن که نه این خبر صحت نداره ما داریم به فعالیته معمول خودمون ادامه میدیم این رو من باید داخل پرانتز خدمت شما عرض کنم بخش قابل توجهی از آنهایی که در فلسطین اشغالی شهروندانی داشتن از آلمان بگیرید آلمان یه عددی رو گفته بود من الان حضور ذهن ندارم فکر کنم نزدیک 4500 تا گفته بود شهروند ما میخوایم جابجا بکنیم دیگر کشورها هم به همین شکل بخشی از ماجرا این هست که اینها همه در حال تخلیه شهروندانشون از فلسطین اشغالی هستند بخش دیگر ماجرا این هست که اینها پیش بینی میکنن ضرباتی که ممکن است در فلسطین اشغالی طرفین به یکدیگر بزنند بزنن تر بشه از همین رو جمعندیشون این بوده که باید هرچه سریع تر شهروندان خودشون رو از این منطقه که معرکه درگیری خواهد شد خارج بکنن همین الان که دارم با شما صحبت میکنم اخباری داره در رسانه ها منتشر میشه تحت این عنوان که تنش و درگیری بین نیروهای مقاومت و سهیونیسا در شهرها و مناطق اطراف غزه و همچنین در مناطق شمالی مرزی که با فلسطین اشغالی دارن در حال اتفاق افتادن و شدت گرفتن فیلم هایی رو نیروهای مقاومت اس به اسارت در آوردن نظامی های منتشر کردند و از ورود به پایگاه های یگان زرهی رژیم صهیونیستی در ساعات گذشته فیلم های در رسانه منتشر شده مشابه این فیلم ها از سوی گروه های رسانه مقاومت بسیار بسیار زیاد داره دیده میشه مقاومت لبنان اخیرا بیانیه رو صادر کرده در این بیانیه به اتفاقات ساعت گذشته اشاره کرده و تاکید کرده که برخی از ادوات رژیم صهیونیستی رو در مرز منهدم کرده و به برخی پایگاه های رژیم حمله کرده رژیم صهیونیستی هم در طرف مقابل حملاتی رو به برخی مناطق در خاک لبنان داشته در طرف مقابل خبری در رسانه ها منتشر شده که به برق غزه اشاره میکنه خب از ساعاتی مقامات اداره کننده شهر غزه به این اشاره کرده بودن که این مرکز انرژی شاید نهایتا دوازده ساعت دیگه بتونه برق ارائه بده شاید نهایتا بتونه تا سه ساعت چهار ساعت بعدش برق بیمارستان ها رو تعمین بکنه در حال حاضر اون چیزی که دارن بهش اشاره میکنن قطع کامل برق غزه هست در طرف مقابل با حملات سایبری و اقدامات مشابه و همچنین حملات بیامانه نیروهای مقاومت برق در بخش قابل توجهی از مناطق اطراف شهر غزه که شهرک ها درش حضور دارند هم قطع شده این هم بخشی از اتفاقاتی است که در طرف مقابل داره رخ میده ما در غزه به شکل وحشتناک و بی امانی شاهد زیر ضرب رفتن کودکان بیگناهان و زنان هستیم همین الان خبر منتشر شده تعدادی از ناظران و تعدادی از نماینده های سازمان ملل در غزه جان خودشون رو از دست دادن به ده نفر اشاره شده بود در این ماجرا خبر منتشر شده تعدادی از خبرنگاران جان خودشون رو از دست دادن و تعدادی از مراکز خبری رو در غزه مورد هدف قرار دادن خب بخش قابل توجهی از اینها که دارم خدمت شما عرض می‌کنم هم جاشون در غزه مشخصه هم به اصطلاح خودمون اگر نیروی در مقابلشون قرار گرفته لباس فرم اینها و ظاهر اینها مشخصه و با وجود همه اینها ما وقتی میشنویم که رژیم از ضربه زدن به اینها داره صحبت میکنه پاسخ ترجمه واضحترش این هست که به شکل بیامانی میخوان جنایاتی رو در غزه رقم بزنن علیه کودکان علیه زنان و علیه گروه های بیدفاع و تلاششون این هست که اون چیزی که به ثبت میرساند در میدان نباشد اون چیزی که میتونه این صحنه ها رو منتشر بکنه نباشه که با خیال راحتتر در مقابل چشمهایی که بسته است به این جنایات ادامه بدهند این بخشی از ماجرایی هست که اتفاق افتاده نیروهای مقاومت هشدار دادن اگر حملات بخواد علیه ها اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه ضرباتشون رو از طریق تسلیحاتی که از ابتدای جنگ تا الان ازش استفاده نکردن علیه رژیم صهیونیستی پیش خواهند برد استفاده از ماده ممنوعه فسفر سفید هم از جمله چیزهایی بوده که هم در غزه اتفاق افتاده هم در مرز فلسطین اشغالی و لبنان از جمله چیزهایی که به شدت مرتجع رسانه قرار گرفته بعد جالبه اونجایی که خبرنگارها بودن رو هم فسفر سفید استفاده کردن زدن یه سری فیلم از اونجا منتشر شده همینو خود خبرنگارها فیلم گرفتن ببین این چیزی که من دارم خدمت شما عرض می کنم ترجمه دیگرش این هست که ما با یک رژیم رو رو هستیم این در میدان که زوری نداره این پیزوری بزل بی و پلشه از تانک رونمایی میکنه فلسینی ها با دست خالی میرن تانکو مصادره میکنن روش میشینن نیروهاش هم اسیر میکنن ور میارن خیلی هم کاره مثلا به اصطلاح خودمون حرفه‌ای وقت نذاشتن انجام بدن این بنده های خدا بر اساس اون فیلم ها و تصاویری که منتشر شده الان از اسرای فلسطین یه سری برگه گرفتن تو بعضی از این برگه ها مثلا گفته این تانک اسمش مرکاوا این شکلیه اگه تو مرکاوا دیدی با این شکل باید بزنیش و اگه خاصی بزنی این قسمتاشو بزن آسیب پذیره یعنی در لحظه که خواستن عملیات بکنن یکی اومده بروشور تهیه کرده داده دست اینها یا آموزش کلی خیلی سری که این شکلی حمله کن اینا رو بزن ورده بیان و او رفته و نتیجه گرفته و این پلش ها هیچ کاریت توستن بکنن من خلاصه ارزمینه وقتی میبینیم خبرنگار رو داره میزنه آمبولانس رو داره میزنه از سلاح ممنوع استفاده میکنه بخشی از این سلاح های ممنوعی که داره استفاده میشه علاوه بر حرارت و استخوان سوزی که داره فقط یه هفته طول میکشه این خاموش بشه این سرد شدنش خیلی طول میکشه اگر رو بدن کودک بیفته اگر رو بدن یک انسان بیفته یک فاجعه برای اون رقم میخوره خاموشش نمیتونه بکنه آبریزه بریزه وحشتناکتر میشه همه اینها رو الان داره رقم میزنه یک رژیم بزدلی که در میدان چیزی نداره سادش میکنم انگار ما با یک جماعتی روبرو رو هستیم اینها تونستن این اقلیت بزدل منفوره کسیف تونستن خودشون رو به جهان غرب طوری وادار بکنن که چشم رسانه غرب جرأت نداشته باشه در مقابل اینها باز بشه من خدمت شما قبلا نرسیدم. یکی از رفقای من تعریف میکرد میگفت توی بعضی از این کشورهای غربی بعضیاشون براشون عقده شده طرف میگه اصلا من هر کجا تو هر صفی قرار میگیرم اینا تو کشور من بر من اولویت دارن در همه جای دنیا اینها موفق شدن خودشون رو به همه غالب بکنن چشما رو ببندن بر جنایاتی که میخوان انجام بدن هر کاری هم دلشون خواسته پیش بردن کسی هم جرئت نکرده به این چیزی بگه یک بار در طول تاریخ اینا رو گفتم به اینجا برسم ببین در ضربه‌ای که مقاومت به اینها زده و دردی که این فلسطینی ها به اینا وارد کردن در چه حدی درناکه یه همچین جماعت پر روی پر رو اینها توی همین ایام اخیر طوری زدن تو دهنشون که همه دنیا در شوکه بریم ادامش رو با هم دیگه بررسی بکنیم در ادامه اخباری که امروز منتشر شده باکو به عنوان رژیمی که این سالها از خیانت علیه کشورهای در منطقه قفقاز کوتاهی نکرده آمار خودش در خصوص کشتههاش در فلسطین اشغالی رو به روس کرده در رسانه ها به این اشاره شده که چهارمین نظامی اهل باکو هم در فلسطین اشغالی جان خودش رو از دست داده من باید این رو یادآوری بکنم ما وقتی در خصوص باکو صحبت میکنیم و کشته هایی که در فلسطین اشغالی داشته داریم از کسانی حرف میزنیم که همه اینها نظامی بودن این نظامی ها اونجا چیکار میکردن این نظامی ها در حال آموزش بودن در حال این بودن که دفاع بکنن از خاک غیر اسلام چیکار داشتن میکردن خب اینها نکاتی هستی باید بعدا مفصل بهش پرداخته بشه به هر جد آمار به روز نشان میده که نیروهای مقاومت فلسطین غیرت به خرج دادن و چهار عنصر اهل باکو رو که برای خدمت به اشغالگری سهیونیستا آنجا حضور داشتن رو به هلاکت رسوندن همزمان با اتفاقات روز گذشته و بیانیه مقاومت یمن خطاب به ها که هشدار داده بود اگر آمریکایی ها بخوان ورود بکنن به مسئله غزه و اون هم وارد خواهد شد علیه رژیم صهیونیستی اقداماتی انجام خواهد داد امروز شاهد محتواهایی بودیم که بازوهای رسانه‌ای مقاومت یمن منتشر کردن این محتواها تصاویر موشک ها و پهپاد یمنی رو نشون میده پهبادی که شبیه شاهد ایرانیه یک نسخه یمنی هست از شاهد ایرانی در این محتواهای منتشر شده به این اشاره شده که منتظر اقدامات قافل گیر کننده ای ما باشید و در بعضی از اینها خطاب به فلسطینی ها گفته شده که شما تنها نیستید حالا باید بریم جلوتر ببینیم که آن چیزی که داریم میبینیم به این معنا هست که یمنی ها در روزهای پیش رو قصد انجام اقداماتی علیه سهیونیس دارن یا نه همزمان با اتفاقات امروز بیانیه از سوی مقاومت در رسانه ها منتشر شده که من بخشی از این بیانیه رو میخوام بیانیه مقاومت لبنان رو برای شما بخونم در خصوص تنش های مرزی که با سهیونیس داشته در بخشی از متن بیانیه آمده است در پاسخ قاطع به تجاوزات دشمن سهیونیست در روز دوشنبه که به شهادت تعدادی از برادران مجاهد ما منجر شده است اسامی رو اومده مورد قرار داده صبح امروز چهارشنبه پایگاه رژیم صهیونیستی را با موشک های هدایت شونده هدف قرار دادیم خب در فیلم ها و تصاویری که منتشر شد حزب بخشی از خودروها و ادوات زرهی رژیم صهیونیستی رو امروز منهدم کرده ولی جالب اینجا در این بیانیه داره به پایگاه های اشاره که ظاهرا در این پایگاه هفت نفر کشته یا زخمی شدن از نیروهای رژیم صهیونیستی گفته این پایگاه ها رو مورد هدف قرار دادیم با موشک های هدایت شونده که این حمله منجر به کشته شدن و زخمی شدن قطعی شماری از نیروهای دشمن شده مقاومت اسلامی لبنان در ادامه بیانیه خودش به این اشاره کرد که اینها پاسخی است به دشمن که امنیت ملت ما را هدف قرار داده به ویژه زمانی که جنایت به شهادت منجر شود کاملا قاطع و جدی عمل خواهیم کرد این بخشی از اتفاقاتی است که در حال حاضر داره رخ میده یک شایعه ای رو مطرح کردن صهیونیست‌ها درباره سربریدن زنان و کودکان توسط نیروهای مقاومت فلسطین توسط حماس و همچنین تجاوز به افراد این خبری که منتشر شده همزمان با این اخبار این رو اجازه در نکاتی رو خواهم گفت همزمان با این اخبار فیلم ها و تصاویر منتشر شده که این فیلم ها و تصاویر نشون میده صهیونیست وقتی به جنازه ها رسیدن تلاش کردن که صحنه سازی هایی رو انجام بدن فیلم های دیگری منتشر شده نشون میده فلسطینی هایی با دست خالی اومدن تسلیم بشن صهیونیست اینها رو به رگبار بستن بعد سلاح رو رو سر اینها گذاشتن که اعلام کردن مسلحین رو گرفتیم تصاویر و فیلم‌های منتشر شده که نشون میده سهیانیس ها در حال رقص و پایکوبی بودن بعد نیروهای مقاومت فلسطین رسیدن نظامی های سهیانیس اومدن با اینها درگیر بشن اصله کشی کردن در این اصله کشی بخشی از شهرک نشین های رژیم سهیانیسی جان خودشون رو از دست دادن بر اساس آن چیزهایی که دارم خدمت شما عرض میکنم بخشی از کشته ها از جنس زنان و افراد بیگناه در فلسطین اشغالی قطعا و یقینا یا کار خود رژیم سهیانیسی بوده یا به نوعی با حماقت خودش در اون نقش داشته ما در خصوص اقدامات حماس و نیروهای مقاومت فلسطین در پایگاه های رژیم صهیونیستی و ضربات دردناکی که به رژیم زده تردید ایجاد نمی کنیم و همه ی فیلم ها و تصاویری که از این قضیه منتشر هست رو همه دیدن این بخشی از تلاش برای آزادی خاک خودشونه بخشی از تلاشی که اگر هر نقطه ای از دنیا شهری رو اشغال بکنن دیگران برای بازپسگیری آن شهر اجازه دارن و حق دارن و به خودشون حق میدن که علیه اشغالگر انجام بدن فارغ از همه اینها من میخوام برگردم به خبر مربوط به تجاوز و همچنین سربریدن افراد بیگناه که از سوی رسانه های مختلف مطرح شده به نیروهای مقاومت رفتش دادند. خب همه آنهایی که این حرفها رو زده بودن به پوچ بودن این قضیه پرداختن به اینکه این قضیه یک دروغ بوده پرداختن ولی من میخوام یه چیزی یادآوری بکنم ما در فضای فارسی زبان شاهد حضور سایبری های صهیونیستی هستیم که بویژه در آشوب های اخیر اینها زمانی که کشور ما درگیر بحران داخلی بود درگیر تنش داخلی بود خبرها و شایعاتی رو منتشر میکردن حتی مثلا خود اسرائیل به فارسی اینو کار میکرد سایبری های شناسنامه که مثلا نوشته بود از فلسطین اشکالی دارم با شما صحبت میکنم اینا رو کار میکردن در خصوص تجاوز به افرادی که اینا معترض حکومتن یادتون هست یه هفته همه درگیر بودن راست یا دروغ بعد در تکسیب تکذیب میشد رژیم اینو یاد گرفته تو فضای فارسی زبان یا حتی برای خودش وقتی در مقابل کسی با یک چالش روبرو میشه چند تا از عناصر خودش رو به دروغ بیاد بگی که مورد تجاوز قرار گرفتن چند تا از خود سهیونیستان رو بیاد اشاره بکنه که مورد تجاوز قرار رو گرفتن بعد یه مدت افکار عمومی رو درگیر بکنه بوده است یا نبوده است در نهایت ادامه جنایات خودش رو همزمانی که افکار عمومی درگیر این بحثا هست ادامه بده این بازی نخلما شده ای هست اینها یعنی ظاهرا ازش بهره خوبی تو این چند وقته بردن حالا دارن تلاش میکنن که باسم پیش ببرن این بخشی از اتفاقاتی هست که امروز در فلسطین اشغالی رخ داده در نقاط مختلف فلسطین درگیری مسلحانه اقدامات علیه سهیونسا از یون سردام با سلاح صد و سلاح گرم شنیده میشه و در رسانه ها داره اخبارش منتشر میشه و شلیک موشک ها پرواز بی سرنشین ها از سوی نیروهای مقاومت چه در مرز با لبنان چه در مرز با غزه بخشی از حقایق این روسای فلسطین هست و همچنین جنایات هولناکی که سهیونسا در حال رقم زدن آن هستند باید این رو خدمت شما یادآوری بکنم همه آن چیزی که داریم می‌بینیم و دنیا رو شوکه کرده در حال حاضر یک عملیات کاملا فلسطینیه دو تا حالت داره یا ممکنه کسی تصور بکنه که این حرفا دروغه کار ایران بوده که اگر فکر میکنن کار ایران بوده رهبر ایران گفت اگر ادامه بدید بازی غزه رو ترسناکتر خواهد شد ضربات پس اگه این ماجراها به ایران ربط داشته قطعا ایران شگفتانه های عجیب داره بهتر این هست که آنهایی که دنبال جنایت هستن عقب بکشن اما اگر کار ایران نیست که ما میگیم کار ایران نیست و اون احمق که میگن کار ایرانی دارن دچار اشتباه محاسباتی میشن اما اگر کار ایران نباشه و یک مسئله کاملا فلسطینی باشه و اینکه لبنان داره تاکید میکنه حزب اللهش که من اگر اضافه بشم چنین و چنان میکنم عراق همینطور بسیج مردمیش و نیروهای مقاومتش دارن تهدید میکنن اضافه بشیم چنین و چنان میکنیم نیروهای یمن همینطور دیگران همینطور اگر این ماجرا ماجرای فلسطینی باشه و ها اشتباه تشخیص داده باشن ادامه اقداماتشون و ادامه ورود دیگر مؤلفه ها به مسئله در روزهای پیش رو میتونه مسئله رو برای صهیونیست‌ها برای آنهایی که در فلسطین اشغالی هستن علاوه بر اینکه ترسناکتر میکنه پیشیده تر هم بکنه من این رو همینجا نگه میدارم اجازه بدید میریم جلوتر ببینیم که ماجرا چگونه خواهد بود نکته دیگه ندارم اگر شما بحثی داشتین حتما در قالب پیام برایمون بفرستین خاک پای همه رفقا هستم الهی که پرچمتون بالا باشه دلتون شاد باشه خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم